میهنان عزیزم، اعتراضات شجاعانه و هوشمندانه شما در سراسر ایران نمایشی با شکوه از همبستگی ملی و تازه ترین نمونه از دادخواهی تاریخی ایرانیان در آن سرزمین کهن است. آشکار است که درد شما بیش از آن که قیمت بنزین باشد، کرامتی است که از دست رفته اش می‌بینید. شما به درستی دریافته اید که تا ایران در اشغال جمهوری اسلامی است، فقر، دروغ، تحریم، بیداد و تبعیض، فساد افسارگسیخته و ستمگری نیز بر کشور حکم فرماست. شما به درستی دریافته اید که تنها راه رهایی نه صندوق‌های دروغین رأی که در باهم بودن و سردادن فریاد دادخواهی در خیابان‌های ایران است. یقین داشته باشید که هرچه این جنبش ملی حق طلبانه بزرگتر و گسترده‌تر شود و در دانشگاه‌ها و مدارس و کارخانه‌ها و محل‌های کسب و کار نمود بیشتری پیدا کند، امکان سرکوب آن برای این فرقه تبهکار و فاسد سخت‌تر و سخت‌تر خواهد بود. یقین داشته باشید آن فرد فاسد و دروغگو که فرمان سرکوب شما را داده، روزی ندیر و ندور به علت جنایت‌ها و تاراج سرمایه ملی کشور در پیشگاه ملت ایران پاسخگو خواهد شد. این باور همیشگی من بوده که شما مردم با اتکا به قدرت خودتان به این کابوس پایان خواهید داد و صبح روشن آزادی و رفاه را رقم خواهید زد. بدانید در لحظه لحظه آنچه در ایران بر شما می گذرد، دل من با شماست و در درد و رنج شما شریک است. پاینده ایران. از این که سوال امروز ما این هستش که چرا بهتر هست شاهزاده رو ما در این مسیر همراهی کنیم و هم فکر با شاهزاده باشیم برای آزادی و آبادانی ایران. ایشون با اون گذشته بسیار شفافش، با گفتار، رفتار، دانش، روش دموکراتیک و ایده های ملی‌گرایانه‌اش، محور محکمی و نیرومندی برای گذار از رژیم اشغالگران ویرانگر ایران و فاشیست های مذهبی. شاهزاده رضا پهلوی روز 13 خرداد همزمان با سال مرگ خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ویرانگران ایران، در پیامی تلویزیونی گفت اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی ملت ایرانه و خواستار ایجاد سازوکار هماهنگ کننده برای مدیریت جنبش های اعتراضی و اعتصابات ایران شد. خب این کاملا درسته. ببینید ما بارها گفتیم و باز هم میگیم، براندازی جمهوری اسلامی، برکناری جمهوری اسلامی با همت و به دست ملت ایران در درون مرز انجام خواهد شد. ما از خارج ایران نمیتونیم جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم. ما پشتیبان ملت ایران هستیم، ما حمایت میکنیم، اون چی از دستون برمیاد برای مردم ایران این رو انجام میدیم. و شاهزاده هم به درستی این رو اعلام کردن که در حقیقت آلترناتیو اونها هستن. ما در خارج از ایران در برومز میدیم آلترناتیو های زیادی ساخته شده، ولی همشون در حقیقت خودشون رو به میخوام بگم به عنوان مذهکه به مردم معرفی کردن. ولی کسی که در خارج از ایران نشسته و گروهی رو در خودش جمع میکنه و میگه ما آلترناتیو هستیم، این هم دولت موقته، اونا هم وزرا هستن، خب مردم میخندن میگن خب شما چه کاره اید؟ به چه حسابی اومدید و اینجا این کاری میکنید؟ به هر صورت مردم ایران تا کنون به هیچ شخص دیگری برای پیشگامی مبارزات و تظاهرات اعتماد نکردن و نامی از اون نبردن، مگر اینکه بگن رضا شاه روشت شاد
یا شاه ایران برگرد به ایران. اینا صحبتایی است که مردم میکنن چون اعتماد دارن به شاهزاده رضا پهلوی، او رو میشناسن، میدونن گذشته ای بسیار شفاف و درست داره. اکثر کسانی که آلترناتیو شدند و میگن ما آلترناتیو هستیم یا ما میخوایم رئیس جمهور بشیم یا فلان چیز بشیم، اینها همشون یه مقدار زیادی وقتی در گذشتهشون بررسی کنید میبینید که مشکل زیاد دارن و این مشکل رو با مردم ایران دارن و نمیتونن خودشون رو جلو بندازن و سعی کنن که اینها آلترناتیو بشن. بنابراین من معتقد هستم که این اعتمادی که ملت ایران به شاهزاده داده، شاهزاده رو در حقیقت نماد حاکمیت مردم و عدم خشونت و نفی انتقامگیری شده. یعنی شاهزاده به هیچ عنوان طرفداری نمیکنه از کشت و کشتار، انتقامگیری و خشونت، بلکه او مرتب میگه که باید با نرمش، با در واقع مهر و محبت سعی بکنیم که کنار هم بیستیم و ایران رو بسازیم. و این آرامش و این میخوام بگم نیازی که مردم دارن به امنیت و آرامش میتونه با بودن شاهزاده در رأس کارها با بسترسازی های لازم یک جامعه بیدار و نیرو بیدار رو بهش نیرو بده، انرژی بده که بتونه ایران رو برای نسل بعدیش بسازه و کارها رو به درستی پیش ببره. چرا بهتر هست که با شاهزاده ما در مسیر آزادی ایران همراه باشیم؟ درود بفرستم خدمت شما کشیش رسول گرامی، جناب دکتر آبار، جناب مهندس فرشاد و برادرمون کشیش رضا فاضلی و همینطور بینندگان گرامی، بگم که عملکرد رضا شاه و محمد رضا شاه در مدرنیز کردن بسیار موفق بود. تنها دوره‌ای که سکولاریسم در ایران پیاده شد و دست مذهب در جامعه قصر دوره پهلوی بود. رفاه و امنیت دوره پهلوی سرامت 1400 سالی گذشته بود. شکوفایی هنر و دانش در دوران پهلوی مثال زدنی بود. زنها بعد از 1400 سال در دوره پهلوی دارای حقوق اجتماعی و مالکیت بر بدن خود شدند. رفتار شاهزاده رضا پهلوی کاملا دموکراتیک است. تنها گزینه ای است که مردم ایران روی اون اتفاق نظر دارن. دشمنی توده‌ای ها و مجاهدین و جبهه ملی و ملی مذهبی ها با اون نشان دهنده این است که راه اون درست است. تنها گزینه ای است از اپوزیسیون ایران که در مجامع بین المللی شناخته شده است. شاهزاده رضا پهلوی توانایی بسیج مردم را بر علیه جمهوری اسلامی دارد. مردم به او روی خوش نشان می‌دهند و پیروی از حرفای او در دوران گذار از جمهوری اسلامی بسیار اهمیت دارد. پادشاهی در ایران یک سنت است و مردم ایران این سنت رو دوست دارند. سیستم سکولار دموکرات در ایران فقط با پادشاهی پارلمانی تحقق می‌یابد و در سیستم جمهوری به دیکتاتوری منجر می شود که ما نمونه شد دیدیم. انسجام ملی در ایران با پادشاهی آسان تر به دست می آید. این نظر ما نکشش دست. از این رو از آقای مهندس فرشفر عزیزم می خوام نظر شما نسبت به این که چرا ما باید همفکر و همراه با شاهزاده باشیم. من می خوام اصلا وام نگیرم از رضا شاه بزرگ. من میخوام وام نگیرم از روانشاد شاهنشاه آریامل. من میخوام وام نگیرم از اینکه شهریار میهن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان ولیعهد ایران بوده است. میخوام خیلی عامیانه و ساده و راحت آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده است، غارت، نابودی میهن، گداپروری، فقر، تحقیر ایران و ایرانی، صفسازی و موارد دیگر بوده است. آیا به نظر شما کسی که این چنین سخن میگوید از میهن پرستیش نیست؟ کسی که پس از شورش 57 و شروع جنگ ایران و عراق درخواست شرکت در جنگ میکنه و نامش رو کتباً به سفارت سوئیس تقدیم میکنه به عنوان اینکه این نامه برسد به دست ستاد مشترک ارتش ایران، آیا با همه اون ناسپاسی که هم میهنان ما کردن، با پشت پایی که پدران و مادران ما با نادانی
به روانشاد شاهنشاه آریامر و خدمات خاندان ایرانساز پهلوی زدن، این از میهن پرستی ایشون نیست که باز هم دل در گروه میهن داره و حضور داره؟ سوگند پادشاهی یاد کردم، اینجا روی سخن من با کسانی هستش که مدعی جمهوری خواهی هستند ولی نیستم. عزیزان، جمهوری خواهی و یا پادشاهی پارلمانی، هر دوی اینها جمهورن، هر دوی اینها برآمده از رأی و نظر مردم هستند. فرق این دو به اندازه یک تار مو هست، اما از آنجایی که به واسطه یه جغرافیا، پیشینه، فرهنگ، تمدن و تاریخ ما و موقعیت جغرافیایی ما ایجاب میکنه، ما پادشاهی پارلمانی رو بهتر میدونیم. چرا میتونه بهتر باشه؟ چرا میتونه بهتر باشه که ما با شاهزاده هم فکر و همراه باشیم؟ درود میفرستم خدمت شما، بینندگان عزیزتون، دکتر آبار، جناب آقای مهندس فرشادفر، کشنوری عزیزم، همچنین شما کش رسول، ممنونم از دعوت شما. یادمون نره رمز تمام اینها یک دل شدن و اتحاده، جدای هر گونه عقیده و سیاست. بله، من تو کلیسا و خدمتی که میکنم پرچم شیر و خورشید همواره کنار محل موعظات ما هست، من بهش اعتقاد دارم، اما اگر کسی اعتقاد نداره در کلیسا رو بروش نمیبندم، اما اگر کسی اعتقاد نداره نمیاد اونجا که اون رو زیر سوال ببره، بلکه میاد تا حقیقت رو بشناسه، تا خبر بگیره. من و شما شاید عمده ترسمون اینه که پنهان میشیم در جاهایی که بی اخلاقی حکومت میکنه. کلامم رو با این خاتمه میدم. یه زمان مارادونا یه گلی زد به عنوان دست خدا، خیلی ها گفتن که آقا این خیلی کار بی اخلاقی کرده، متهمش کردن و غیره و غیره، اما امروز میبینیم دکتر ما سرکوب عمومیش از بین میره که صداش در نمیاد، فوتبالیستمون رو اخراج میکنن، برای حالا استقلالی و پرسپولیسی دارم، تو دوستش دارم، فوتبالیستمون رو سپاه تصمیم میگیره از تیمی منتقل بشه، همه نگاه میکنن. یک کارهای غیر اخلاقی نهادینه شده تو کشور ما که انگار این جامعه سیاست زده محکومه که اخلاق رو پشت در نگه داره. و فکر میکنم اگر فردی مثل رضا شاه پهلوی بیاد، فردی که در یک خانواده فرهنگی، خانواده بزرگ و با چشم و دل باز بزرگ شده، میتونه این کشتی تلاطم زده ایران رو که هر طرفش رو میگیری یک درد داره هدایت بکنه. متاسفانه درد از هر سمتی که خونده بشه درده، اما این درمان میشه به واسطه یک جراح، یک طبیب حاذق صورت بگیره، نه مثل اون آقایی که دهه 60 گفت اعدام های ما لطف خداونده و اینها رو به خورد مردم دادن، همه هم الله اکبر و همه هم شعار میدادن پای منبرش. نه، ما احتیاج داریم در اتحاد خودمون رو به دنیا بازگرد. یک بیمار تحت احیایی که در جراحی های مختلف اقتصادی و نرمش های انقلابی و غیره و غیره به این نتیجه رسیده، دیگه توانی برای جنگیدن نداره. من سال 76 یادم نمیره، من فکر میکردم اصلاحات ممکنه، تغییراتی در ایران، اما تنها چیزی که ازش برای من باقی مونده جاهای باطون روی پهلو کلیه منه، جنگی که بین عزیزان ملا صورت گرفته، آقای ناطق نوری، آقای سید خندان خاتمی، و امروز هیچ کدوم اونها نیستن جز یک مهره برای سیاست کثیف رژیم. امیدوارم که به زودی زود خبرهای خوبی برای ایران ایرانی پیش بیاد و این سایه شوم شریر و شیطان از روی کشور من برداشته بشه و پادشاه ما پرچمش رو همون گونه که اعلام کرده در کلام خودش پرچمش رو برافرازه و ایمان دارم که جز عیسی مسیح هیچ کس دست آخر تمام بود.